درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال میشویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در این سری از برنامه ها با هم بخش از کتاب مقدس را مطالعه کرده میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن این که به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس برشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز در چند برنامه گذشته بخش هایی از کتاب لاویان را با هم مطالعه کردیم و امروز نیز به مطالعه فصل 19 هم از این کتاب خواهیم پرداخت در این فصل می‌خوانیم که خداوند موسی را خطاب کرده و به او امر می‌کند تا از جانب خداوند به اسرائیلیان بگوید که آنها هم میبایست مقدس باشند زیرا که یهوه خداوند مقدس است مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم برای آنکه قوم اسرائیل مقدس شمرده شوند میباید که آنها خود و زندگی خود را به خداوند تقدیم میکردند. خداوند خدای خود را از صمیم قلب دوست داشته و هیچ چیز و هیچ کس را از خداوند خدای خود برتر ندانند در این فصل مجموعه ای از قوانین نام برده می شوند که قوم اسرائیل و نسل های بعد از ایشان می رعایت می کردند تا از جانب خداوند مقدس شمرده شوند. آنچنان که قوم اسرائیل موظف به اجرای قوانین بود، ما دیگر تحت سلطه قانون نیستیم. قوانینی که موسی از خداوند دریافت کرده و به قوم اسرائیل رساند، هرچند که کامل بوده و به ما خصوصیات اخلاقی خداوند را در برخورد با مسائل مختلف نشان می دهند، ولی ما دیگر با خون ایسای مسیح که بر صلیب ریخته شد از قید قانون نجات یافتیم. ایسای مسیح در معزی که در بالای کوه در حضور هزاران انسان مشتاق نمود و ما آن را در کتاب انجیل متا در فصل پنجم می خانیم می گمان مبرید که آمده هم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم نیامدهام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم و در ادامه نیز میفرماید پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود و در داستان زندگی عیسی مسیح میخوانیم که او خود تمامی این قوانین را رعایت میکرد و بر طبق کلام خدا او هرگز گناه نکرد. از آنجایی که ما قادر نیستیم تا همانند عیسی مسیح به طور کامل این قوانین را به جا بیاوریم، باید که به ضعف خود اعتراف داشته و بخشش را از خداوند طلب کنیم. نباید فراموش کنیم که با ایمان به عیسی مسیح ما نجات یافته و از غید گناه برای همیشه رها می شبیم. خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم مقدس باشید. به پدر و مادرتان احترام بگذارید و مقررات سبت مرا رعایت نمایید. زیرا من خداوند خدای شما هستم. بود پرستی نکنید و برای خود بود نسازید. چرا که من خداوند خدای شما هستم. در بسیاری از بخش کتاب مقدس را که خداوند به عنوان ده فرمان به موسی داده است تا قوم اسرائیل بر اساس رعایت این قوانین زندگی کرده و مقدس شمرده شوند به صورت تکرار شده می بینیم و در همین کتاب لاویان نیز چنین است خداوند می به پدر و مادر خود احترام بگذارید سبت‌های های مرا نگاه دارید یعنی روزهایی را که باید به عنوان سبت شمرده شوند احترام گذاشته و در این روزها کار نکنید و همانطور که من هم بعد از شش روز خلق کردن روزی را استراحت کردم استراحت کنید. به پرستی روی نیاورید و تصاویر و اشیاء ساخته دست خود را به عنوان خدا مورد ستایش قرار ندهید. وقتی محصول زمین خود را درو می کنید، گوشه و کنار زمین را درو ننمایید. همچنین خوشه را که باقی اند جمع نکنید. در وقت انگورچینی، تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. خوشه ها و دانه های انگور را که بر زمین افتاده اند جمع نکنید. آنها را برای فقرا و بیگانگان بگذارید زیرا من خداوند خدای شما هستم. بر اساس آنچه که ما در این آیه ها خاندیم، در میابیم که خداوند به قوم اسرائیل فرمان میدهد تا پس از دروی محصولات کشاورزی خود قدری را در زمین کشاورزی خود باقی بگذارند تا افراد فقیر و بیبزاعت و نیز غریبه هایی که از شهر و روستای آنها گذر می کنند، نیز چیزی برای خوردن بیابند اگر ما هم در زمان خود به اطراف نگاهی بکنیم افراد فقیر و بیخانمانی را می بینیم که به کمک نیاز دارند ایماندارانی که از لحاظ مالی توانایی دارند باید که به این انسانهای محتاج کمک کنند و این باعث رضایت خداوند خواهد شد. از دزدی، خیانت و دروغگویی پرهیز نمایید. به نام من قسم ناحق نخورید و نام مرا بی حرمت نسازید. چون من خداوند خدای شما هستم. به هم نوع خود ضرر نرسانید و به مال او خیانت نکنید. مزده کارگری را که برای شما کار می کند در موقع معین بپردازید. حتی برای شب هم پیش خود نگاه ندارید. به اشخاص کر دشنام ندهید و پیش پای مردان کور سنگ نیندازید. بلکه از من بترسید. زیرا من خداوند خدای شما هستم. با خواندن این آیه ها در میابیم که خداوند چقدر از دروغ گفتن متنفر است و از ما میخواهد تا به یکدیگر دروغ نگوییم. همچنین خداوند از ما می خواهد که در نام او سوگند دروغین نخوریم و نام او را بی حرمت ننماییم. ما باید تلاش کنیم تا اگر بله گفتیم به وعده های خود عمل کنیم و اگر توانایی و امکان انجام کاری را نداریم از قبول انجام آن خودداری کنیم. در معاملات و خرید و فروش ها رعایت انصاف را نموده و برای آنکه به خواست خود برسیم به دروغ و سوگند دروغ متوسل نشویم. خداوند میفرماید که قوم اسرائیل باید از دزدی و ستم دوری کند و برای رعایت عدالت حقوق کارگر را بعد از اتمام کارش بپردازد آنانی را که چه از زمان تولد و یا اینکه بر اثر تصادفی و یا به خاطر بالا رفتن سن گوشهایشان شنوایی ندارند را نباید که به باد تمسخر بگیرند و در پیش پای نابینا هیچ مانعی را قرار ندهند این افراد را که ناتوانایی جسمی دارند نباید مورد آزار قرار داد بلکه باید به آنها کمک کرد تا بتوانند امور روزمره زندگی خود را بگذرانند. در آیه سیزده شنیدیم که مزد کارگر باید که همان شب و بعد از پایان کارش پرداخت شود. من در یک شرکت کار کرده و حقوق خود را در پایان هر ماه دریافت می کنم. آیا این برخلاف خواست خداوند است؟ در کلام خداوند خواندیم که مزد کارگر می بایست که در پایان روز به او پرداخت شود. در زمانی که قوم اسرائیل این فرمان را از جانب خداوند دریافت کرد، بودند بسیاری که به عنوان کارگران روز مزد کار می کردند و مردم پول آنها را نزد خود نگاه داشته و شاید بعد از چند روز می پرداختند. این کارگران روزمزد آنقدر محتاج این پول بودند که بدون دریافت آن توانایی خرید خوراک برای خود و خانواده هایشان را نداشتند. این کمال بیانصافی بود که افراد از عمل به تعهداتشان سر باز میزدند. حتی امروزه هم کارگرانی که در بخش مختلف ساختمانسازی، راهسازی و کشاورزی کار می کنند، در پایان روز باید که حقوق خود را دریافت کنند تا بتوانند شکم خود و خانوادهشان را سیر کنند. حتی بعضی از آنها باید که برای محل زندگی خود روزانه مبلغ اجاره را بپردازند. در چنین شرایطی باید که حق اینگونه افراد را به موقع به آنها پرداخت تا آنها هم بتوانند زندگی کرده و خود را جزئی از اجزای جامعه ببینند. البته در زمانه ما مرسوم است که بسیاری در پایان هر ماه و بعضی در پایان هر هفته حقوق خود را دریافت می کنند. و این بر اساس آن قراردادی است که با هم بسته اند و هر یک موظف به انجام آن هستند این برخلاف دستور خداوند نیست زیرا که هر یک از طرفین قرارداد نکات زیر شده در قرارداد را قبول کرده و به آن عمل می کند. اگر شما کمکاری کرده و یا اصلا کار نکنید نمی توانید توقع داشته باشید که به شما حقوقی پرداخت شود. اگر کار کنید و به شما حقوقی پرداخت نشود شما هم اجباری در ادامه کار ندارید زیرا که طرف دیگر قرارداد به تعهداتش عمل نمی کند. پس بنابراین دریافت حقوق در پایان هر ماه برخلاف دستور خداوند نیست ولی عمل نکردن به تعهدات برخلاف امر خداوند می باشد. در قضاوت عادل باشید و بین فرد تنگ دست و ثروتمند تبعیض قائل نشوید بلکه با همه از روی انصاف و عدالت رفتار نمایید. سخنچینی نکنید و هرگاه جان کسی در دادگاه در میان باشد اگر شهادت شما به او کمک می کند ساکت نمانید. زیرا من خداوند خدای شما هستم. وقتی در کلام خداوند می‌خوانیم که نباید در داوری بی انصافی کرد، بدین معناست که فرد قضاوت کننده باید بدون توجه به رنگ پوست و جنسیت و نژاد و موقعیت مالی و اجتماعی اشخاص به سخنان آنها و شاهدان گوش داده و بر اساس واقعیت ها و شواهد قضاوت کند. در دادگاه نباید که به خاطر فقیر بودن فردی از او حمایت کرد و یا نباید که فردی را به خاطر پول و ثروت آن شخص مورد احترام قرار داده و حق را به او داد. کینه توز نباشید. اختلافات خود را حل کنید تا دوچار گناه نشوید. از کسی انتقام نگیرید و از او متنفر نشوید. بلکه همسایت را مثل جان خود دوست بدار زیرا من خداوند خدای شما هستم. خداوند از ما می خواهد که در دل نسبت به برادر خود بغض و کینه نداشته باشیم. ولی اگر کسی خطایی مرتکب شد باید که به او تذکر بدهیم و او را در رفع خطایش یاری کنیم وقتی میدانیم که فردی خطا می کند و به او تذکر نمی دهیم به معنای این است که ما هم در جرم او سهیم هستیم بله سکوت در چنین شرایطی به معنای تایید آن عمل اشتباه است و ما را همانطور که بهرام عزیز گفت در جرم آن فرد سهیم می کند عیسی مسیح میفرماید که ما خود میبایست که بیعیب باشیم تا بتوانیم عیب دیگران را به آنها گوش زد کرده و آنها را به راه درست هدایت کنیم اگر فردی خطا کرد بهتر است که قبل از هر چیز برای خود و آن فرد خطاکار دعا کنیم سپس وقتی را برای صحبت با او مشخص کرده و با او به طور خصوصی در مورد عمل نادرستش صحبت کنیم این درست نیست که با همه بجز با خود او در مورد خطایش صحبت شود. از صمیم دل خواستار یاری کردن او باشیم و در تمامی اوقاتی که با هم میگذرانیم فراموش نکنیم که خداوند شاهد و ناظر است. بر طبق آنچه که عیسی مسیح در کتاب انجیل متا در فصل هفتم میفرماید باید که نخست معایب خود را برطرف کنیم و بعد معایب دیگران را ببینیم. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.